استعمارگران همواره به فکر چپاول این سرزمین زرخیز بوده، به طوری که پرتغالی ها از جنوب شرق ایران وارد شده و پایگاه هایی را در سواحل جنوبی ایران تأسیس نمودند و با غرور به چپاول مال و اموال مردم مکران پرداختند. در این میان رشید مردانی چون جیند و حمل از میان مردم به پا خواستند و به رویارویی با لشکر اجنبی در سواحل مکران نموده که پس از رد پیشنهاد پرتغالی ها توسط حمل مبنی بر ازدواج وی با شاهزاده پرتغالی، این دلیر مرد پس از مبارزات طولانی و پی در پی دستگیر شد و توسط پرتغالی ها به اروپا انتقال یافت. ایشان در راه جان و مال و ناموس وطنش به دار آویخته شد. در این بین باید اشاره محسوس به همکاری شاه طهماسب صفوی با پرتغالی ها نمود که با بستن قراردادی ننگین در چهار ماده اصلی که یکی از مفاد ننگین آن در صورت حمله پرتغالی ها به بلوچستان شاست با تمام قوا با پرتغالی ها همکاری کند. پرتغالی ها با همکاری شاه طهماسب پایگاه خود را پس از شکست از سرداران بلوچ، حمل و جیند به جزیره هرمز انتقال دادند و با این کار حمل مانع تردد پرتغالی ها به سواحل مکران گردید و آنها را از تجارت در سواحل جنوبی ایران باز داشت. در سال 1747 که انگلیسی ها پا به این سرزمین گذاشته و به فکر استعمار آن شدند، رشید مرد دیگر از تبار بلوچ به نام خلیفه خیر محمد بر علیه آنان قیام نمود و در منطقه تیس، دشتیاری و زرآباد جنگی سنگین بین آنها در گرفت که با وجود پشتیبانی توسط سلاح‌های سنگین سپاه اجنبی نتوانست پایگاه خلیفه خیر محمد را تسخیر کند و با گذاشتن تلفاتی سنگین مجبور به عقب نشینی شد. از سرداران غیور بلوچستان دوست محمد خان بارکزایی ملقب به اسد دوله بوده که در اواخر حکومت قاجاریه و مرگ عمویش سردار بهرام خان بارکزایی به حکومت بلوچستان رسید. امیر دوست محمد خان بارکزایی حوزه نفوذ و اقتدار خود را گسترش داد به طوری که تمام بلوچستان به دو سرحد را مطیع خیش ساخت. وی که حکومت قاجار را ضعیف میپنداشت از پرداخت مالیات به دولت مرکزی خودداری میورزید. علاوه بر این دولت انگلستان نیز از دوست محمد خان به خاطر حمله چریک های بلوچ به کاروان های انگلیسی و خطوط تلگرافی و تهدید منافع انگلیس در منطقه ناراضی بود. در زمان حکومت رضا شاه لشکریان زیادی به فرماندهی نایب اول ارسلان میرزا شمس برای مقابله با دوست محمد خان به بلوچستان اعزام گردیدند که پس از مبارزات طولانی ایشان به تهران تبعید شدند و سپس وی را نزد رضا شاه برده و ایشان شرحی درباره عقب افتادگی بلوچستان بیان نموده و اضافه نمود عدم توجه به بلوچستان باعث مشکلات و حوادث زیادی در بلوچستان گردیده است. رضا خان دستور داد وی را زیر نظر گرفته و نگذارند که از تهران خارج شود، اما سردار دوست محمد خان که برای شکار به اطراف ورامین رفته بود، نوکر وی شکر محمد پس از کشتن نگهبانان با سردار از راه سمنان و از آنجا به بلوچستان راهی شدند، اما سرانجام دستگیر و به دستور رضا شاه به اعدام محکوم گردیدند. یکی از دلاوران قوم بلوچ دادشاه معروف به قهرمان ملی بلوچستان بوده که در ناحیه کوهستانی آهوران در لاشار به دنیا آمده و در اوایل سال 1950 پرچم طغیان بر علیه اجنبی را برافراشت. یکی از مهمترین حوادثی که دادشاه را در معرض توجه جهانی قرار داد، حادثه کمین وی بر سر راه هیئتی عازم بندر چابهار در کناره خلیج عمان بود که دو آمریکایی، یک مشاور نظامی و یک پیمانکار کشته و نفر سوم به اسارت افراد دادشاه درآمد. حادثه به قدر کافی مهم بود که به تیتر صفحه اول مطبوعات آمریکا و اروپا تبدیل شود. دادشاه و قیامش موجب بروز خودآگاهی ملی در بین بلوچ‌ها شد و احساس غرور را در آنها زنده کرد. توده‌های بلوچ او را مظهر بلوچ راستین می‌دیدند که شرف و قابلیت‌های رزمی بلوچ را در برابر غجرها به جلوه وامی داشت و بنابر جایی با او احساس یگانگی می‌کردند که هر کسی خود را دادشاهی می‌دید. ملی‌گرایان او را چون رهبری ملی که پرچم طغیان برافراشت و در راه آرمان استقلال برای بیدار کردن ملت بلوچ و مبارزه با امپریالیسم جانفشانی کرد بزرگ می‌دارند. او تا امروز یکی از نامدارترین چهره‌های ملی در تاریخ معاصر بلوچ بوده و به مرتبه یک قهرمان بلوچ عروج کرده است.
که زندگی و مبارزش در ترانه ها و سرودهای بیشماری نقل می شود و هنوز در سرتاسر بلوچستان ورد زبان مردم است. چنانکه یکی از خبرنگاران دیپلماتیک در 1973 گفت او را هنوز یکی از بزرگترین شهدای جنبش بلوچ در ایران می دانند. من این بلوچ ها را که فرششان زمین خدا و قوتشان علف بیابونه به زر می فروشم. برو با آن مردک اجنبیم که نامش خاطرم نمانده و برای امنیه ها از مملکتش ماشین جنگی و تفنگ میاره بگو. نامشو رو گلوله کندم. آفرین. ببخشید آقای استاندار، من حرف شما را درست نفهمیدم. اسم من را روی گلوله کندن یعنی چه؟ تو یاغ یا این حرف یعنی حتما با همون گلوله دشمن رو میکشه. آقای استاندار، من در ممالک مختلف از این یاغی ها زیاد دیدم. باید گفت خیلی اشتباه کرده. اصل چهار یاغی ها را راحت نمیگذارد. اگر بخواهند چیز کنند چی میگویند به این مقاومت بکنند، طرح خوبی برایشان داری. و این دادشاه، مردمی دل به او بستند. صدای دادشاه افسانه شد و فریادش در یادها ماند.